سلام چهارشنبه سوم آبان 1402 25 اکتبر 2023 میلادی روزنامه وال جورنال خبر داده از اینکه 500 نفر از اعضای حماس یک ماه قبل از حمله به اسرائیل در ایران آموزش دیدند زیر نظر چند تن از فرماندهان نیروی قدس سپاه البته این خبر رو نیر نور نیوز سایت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تکذیب کرده اما شواهد دیگری هم که قبل از این به دست آمده و اطلاعاتی که از درون حکومت حاصل میشه نشون میده که این عملیات در ایران طراحی شده آموزش و تجهیزات و مسائل فنی و غیره و غیر اون همگی با پشتیبانی خامنه ای و سپاه صورت گرفته در ایران تعداد بسیار اندکی از اون خبر داشتند برای اینکه درز نکنه حتی تا سطح فرمانده کل سپاه هم در جریان نبوده و تعداد محدودی میدانستند حتی اونهایی هم که آموزش دیدند نمیدونستن بعدش قرار چه کار کنن تا 24 ساعت یا 48 ساعت قبل از عملیات که در غزه به اونها اسلحه دادن و تا چند ساعت قبل از عملیات تازه فرماندهانی که بودن به اونها گفتن که چه کارهایی باید صورت بگیر همین روزنامه والستری جورنال عنوان کرده که آمریکا از اسرائیل درخواست کرده که عملیات زمینی در غزه رو تا آخر هفته به تأخیر بندازه تا اینکه امریکا بتونه سامانه های دفاعی رو که میخواد به کشورهای منطقه منتقل کنه تا از نیروهای خودش در کشورهای خلیج فارس در عراق و سوریه و غیره برای در مقابل حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی دفاع کنه آقای نتان یاهو هم امشب در اسرائیل صحبت کرد و گفت که اسرائیل آماده ی عملیات زمینی است اما جزئیات بیشتری نگفت در همین حال آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم برای دومین بار یا شاید چندمین بار به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به اقدام علیه نیروهای آمریکا ادامه بدید پاسخ خواهیم داد و این هیچ ارتباطی با اسرائیل هم نداره به ترتیب میشه احتمال داد که با پایان این هفته حالا چه روز و چه ساعتی و غیر و کسی نمیدونه اسرائیل عملیات زمینی خودش رو آغاز کنه در غزه برای ساقط کردن دولت حماس در غزه یا دست کم در شمال قصد. این جنگ که این تصویه کردن و به زیر کشیدن حماس مورد حمایت بسیاری از کشورهای غربی هم هست از جمله آقای ماکرون که رئیس جمهور فرانسه که به اسرائیل سفر کرده بود پارو فراتر گذاشت و عنوان کرد که اون اعتلاف بین المللی علیه داعش دوباره باید تشکیل بشه این بار علیه حماس یعنی اینکه در واقع حماس رو مترادف با داعش او هم شناخته و حاضرند که در این عملیات شرکت کنه البته این حرف اروپا امثال آقای ماکرون در واقع از دو نمای نزدیک و دور باید ارزیابی بشه نمای نزدیک این که به هر حال خطر فوری است که حماس ایجاد کرده و کمک به اسرائیل و پشتیبانی از اسرائیل برای ساقط کردن حماس در غزه است اما نمای دور اون نگاه امثال آقای مکرون به رشد اسلام تروریستی و میلیتنت که در خود کشورهای اروپایی هم هسته های مختلف تروریستی هست می باشد و در واقع اسلام که دین دوم اروپای غربی است در طی سالیان اخیر با شدت گرفتن مهاجرت گاهی در بعضی از این کشورها به صورت تهدیدی جدی در اومده که همین چندی پیش در بلژیک یک مورد اون دیده شد که یک فرد مسلمان دو سوئدی رو قبل از مسابقه فوتبال به قتل رسوند و اگرچه خودش در درگیری با پلیس بعدا کشته شد بر صورت این اعتلاف بین المللی علیه تروریزم اسلامی که پایگاه اون در تهران و در جمهوری اسلامی هست موضوعی است که این روزها نقل محافل غربی و کشورهای غربی است اما در همین حال آقای خامنه ای امروز صحبت کرد و علا رقم تکرار حرف های گذشته خودش در مورد اینکه اسرائیل نابود میشه و اصلا سفر این رهبران غربی به اسرائیل برای نجات اسرائیل از نابودی که فایدم نداره به گفته ایشون و همینطور لحن بسیار ملایمی که با اعراب داشت و در واقع از اونها میخواد که حماس رو تروریست نشناسند و همکاری کنند در پشتیبانی از حماس اما لحن تهدیدآمیز نسبت به آمریکا و به خصوص امریکا رو کاهش داده بود جا زدن ضمن اینکه حزب الله هم عملا حسن نصرالله الله قایبه و از اون نوتهای آتشین و پرشر و شور خبری نیست الا اینکه گفته میشه ملاقات های با مسئولین مثلا حماس و جهاد اسلامی داره و خبرهایی از اون بیرون میاد ضمن اینکه رسانه های حزب الله هم در حال توجیه هستند که حزب الله مثلا نقشه های عجیب غریبی داره و در واقع این بیعملی حزب الله رو میخوان به شکل یک نقشه های پیچیده و استراتژی خیلی پیچیده نشون بدن به نظر میرسه که تهدید امریکایی ها که گویا دو پیغام جدی به جمهوری اسلامی فرستادند و ناو هواپیماوری که در دریای عرب مستقر خواهد شد کارگر افتاده و به جمهوری اسلامی اختار کردند که اگر حزب الله یا نیروهای نیابتی به امریکا حمله کنن چیزی که آقای بایدن گفته یا در جنگ غزه دخالت بکنند اون وقت از چشم ایران میبینند و با آمریکا طرف خواهند بود به نظر میرسه این تهدیدها کارگر واقع شده و مسئولین جمهوری اسلامی در واقع پارو پس کشیدند اما پاره اخبار درون حکومت نشون میده که عوامل پیدا و پنهان روسیه عملا توطعه چینی میکنند برای اینکه جمهوری اسلامی رو به دست نیروهای نیابتی یا حتی مستقیما وارد جنگ غزه بکنند و به این ترتیب آمریکا رو هم پاش رو بیشتر گیر بندازن جنگ رو گسترش بدن چرا که برای روسیه تحریک جنگ و توسعه جنگ و گیر کردن امریکا که ممکن است در ادامه اون موجی از مخالفت های ضد آمریکا و اسرائیل در تمام کشورهای اسلامی به راه بیفته یا در اروپای غربی شدت بگیره به نفع روسیه است ضمن اینکه قیمت نفت هم که بالا خواهد رفت اگر درگیری ها گسترش پیدا کنه و روسیه از هر حیث به این موضوع علاقه منده اگرچه اگر پوست خربوزه زیر پای جمهوری اسلامی بگذاره به دست عوامل پنهان و پیداش و جنگ رو با دست جمهوری اسلامی توسعه بده قطعا بعدا دفاع و دخالتی نخواهد کرد و در حد وتو کردن قطنامه یا تعارفات زبانی بسنده خواهد کرد چرا که خودش وضعیت خراب و نابسامانی داره در اوکراین و الان ترجیح میده توسعه جنگ خاور میانه توجه ها رو از اوکراین به جای دیگه ببره و ضمنا روسیه در ساختار قدرت مافیایی که پوتین در رأس اون قرار داره بسیاری سرمایداران از این اولیگارشای های فاسدی که شکل دادن شاید بیش از سی نفرشون کلیمی باشند و اونها به هیچ وجه از این حیث همراهی با آقای پوتین ندارند و اگر در این زمین حرکت کنه بسا قدرت خودش به خطر بیفته. بنابراین جمهوری اسلامی رو اگر روونه میدون بکنه قطعا پشتش رو خالی خواهد گذاشت و فقط از منافع اون منتفع خواهد شد چین هم که معمولا در این جور مناقشات بیرون وای میسه و به حال وزیر خارجش عازم امریکاست و بعد هم احتمالا غیر از وزیر خارجه و دفاع ممکن است که با رئیس جمهور امریکا هم دیدار کنه و زمین سازی دیدار رهبران دو کشور باشه رؤسای جمهور چین و امریکا اما معمولا در این جور مسائل دورتر میسته اگرچه چین هم بی تمایل نیست که پای امریکا در خاور میانه گیر کنه و جنگ خاور میانه قزه و حماس گسترش پیدا کنه ولو به قیمت قربانی شدن هزاران هزار نفر و درگیر شدن مردم ایران با جنگی ناخواسته حال باید صبر کرد در عملیات زمینی که اسرائیل شروع بکنه که قطعا هم خواهد کرد و بحث ساقط کردن دولت حماس در غزه چطور پیش خواهد رفت حوادث چند هفته آینده بسیار حساسه و از نزدیک باید نگاه کرد تا چرا که ممکن است که جنگ و یا اتفاقات سیاسی و غیروی بیفته که هر کدومش میتونه در سرنوشت ایران و مردم ایران هم موثر باشه اما رئیس سابق سازمان ملی فرش عنوان کرده که صادرات فرش به صفر رسیده او گفته که پنج میلیون نفر که عمدتا از اشایر و روستایان کشور بودند در چرخه تولید فرش اشتغال داشتند که بعید نیست به زودی دارهای غالی برچیده بشه با صدمه ای که مسئله صنعت فرش فرش دست باف در ایران کرده فرش زمانی اولین رقم صادرات غیر نفتی ایران بوده و قبل از اون هم قبل از نفت هم اصلا بزرگترین رقم صادراتی ایران بوده ولی سال هاست که در دوره جمهوری اسلامی جای بازار فرش دستباف ایران و فرش های دستبافی دست از چین و هند و مصر و کشورهای دیگه حتی امریکای لاتین پر کرد آتنا دائمی مبارز سرشناس و زندانی سیاسی که 6 سال و 7 ماه زندان رو تحمل کرده بود وقتی که در جریان انقلاب ژینا خواستن دستگیرش بکنن مخفی بود چند ماه هم مخفیانه گذر کرد گذران کرد تا به همراه خواهر بزرگش به کردستان عراق رفت به دلیل بیماری ام که داره توان رفتن به زندان رو نداره و با خطر مرگ مواجه و خوشبختانه امروز اعلام کرد که بعد از شش ماه به کانادا و جای امن رسیده و به مبارزه خودش ادامه خواهد با امید پیروزی ایران و ایران